بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم هر کجا که هستید شاد و سلامت آماده باشید تا انشاءالله یکی دیگه از برنامه‌های بینات با موضوع توسل رو در خدمت شما باشیم. همونطور که مستحضر هستید در این سلسله جلسات در خدمت جناب آقای دکتر حسین فریدونی هستیم که به بحث و بررسی بیشتر موضوع توسل میپردازیم و انواع و اقسام اون رو از منظر قرآن مورد بحث قرار دادیم و به سمع و نظر شما بینندگان عزیز رسوندیم. در همینجا از طرف خودم و شما بینندگان عزیز خدمت ایشون عرض سلام میکنم. علیک السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. السلام علی المهدی الذي وعد الله عز وجل به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعث و یملا به الارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. با عرض ادب و عرض ارادت خالصانه به محضر مقدس سرور و مولای جهان و جهانیان حضرت صاحب العصر و الزمان و نیز تشکر از بینندگان گرامی که برنامه‌ها رو از نظر می‌گذرانند، انشاءالله امیدوارم که آنچه در این برنامه‌ها گفته می‌شود برای بینندگان محترم مفید باشه، قابل استفاده باشه. ما هم از این رهگذر انشاءالله ثوابی را از سوی خدای متعال دریافت بداریم و من در خدمت شما هستم. در برنامه پیشین ما بحث توسل زنده به مرده رو بیشتر مورد بحث قرار دادیم، آیات قرآن رو ذکر کردید و به این مطلب بیشتر اشاره فرمودید که مرگ طبق فرمایش قرآن خداوند در قرآن کریم به معنای نابودی و نیستی نیست و تنها تبدیل شدن از حالتی به حالت دیگر هستش، سفر از جهانی مادی به جهانی معنوی به جهانی روحانی که برای انسانهایی که مؤمن هستند صالح هستند طبق نص صریح قرآن پس از مرگشون چه به مرگ طبیعی باشه چه شهادت باشه مستقیما تحت ارزاق خداوند قرار میگیرن و برای انسانهای بدکار که مستقیما از همون زقوم که فرمودید رزق و روزی میخورن تا روز قیامت. بعد از اون هم وارد بحث شدیم با توجه به کلام شیرین امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و بیان فرازهای از نهج البلاغه. میخوام ببینم بحث توسل رو و تعریف توسل رو که در حقیقت در جلسه قبل انجام دادید باز هم مواردی هست که بخوایم به اون اضافه بکنیم بلی. یا که بحث جدیدی رو میخواید اضافه بفرمایید و ما در خدمتتون باشیم. بله، یکی از اون بحث‌های گذشتمون مونده و اونم باز نظر معلمان راستین قرآن کریم حضرات ائمه علیهم السلام هست و از جمله این حدیث که از کتاب کافی شریف نقل می شود، یونس بن زبیان از امام صادق علیه السلام نقل می کنه: قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام، در خدمت امام نشسته بود، بله، فقال ما یقول الناس فی ارواح المؤمنین. امام سوال فرمودن که مردم درباره ارواح مؤمنان چی میگن، نظرشون چی؟ فقلت یقولون فی حواسل طیور خضر فی قنادیل تحت العرش. مردم اینجوری میگن که ارواح مؤمنی بعد از مرگ میره تو حوصله. حوصله این چینه‌دان، پرندگان چینه‌دان دارن اینجا که معمولا غذا رو خوردش میکنه این چینه‌دان. میگن که
مؤمنان بعد از مرگشون روحشون میره توی این حوصله های پرنده های سبز رنگ در قندیل هایی که تحت عرش خدای متعال است. و قال ابو عبدالله علیه السلام سبحان الله المؤمن اکرم علی الله من ان یجعل روحه فی حوصله طیر. مؤمن در نزد خدای متعال گرامی تر از اینه که خدا روح او رو در چیندان پرنده قرار بده. یا یونس اذا کان ذلک اتاه محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و الملائکه المقربون علیهم السلام. وقتی موقع مرگ یک مؤمن برسه این بزرگواران بالا سرش حاضر میشن. بله. فاذا قبضه الله عز وجل وقتی خدای متعال او رو قبض روح کرد سیر تلک الروح فی قالب که قالبه ای فی دنیا. یه بدن اونجا بهش میدن این بدن میره زیر خاک. این بحث برای بحث قیامت هستش یا بحث هم برزخ؟ قیامت که بدن ما همین بدن دوباره میاد دیگه. فرق برزخ و قیامت در اینه، در قیامت بدن ما بدن خاک ما زنده میشه. حالا یک سلول موزم براتون عرض کنم. ولی این مال بحث برزخه، یعنی به ما در عالم برزخ یک دونه چی میدن؟ یک دونه به اصطلاح بدن دیگر غیر از این بدن میدن. ولی جسمانی نیستشون، مادی نیستش. ماده این جهانی نیست. چون ما زیادمون نره غیر حضرت حق هرچه هست همه ماده هستن. تا مواد با هم دیگه فرمون، حتی روح هم ماده است. رضا یک بدن بهش میدن که این روح ما در اون عالم به اون بدن تعلق پیدا میکنه، کمان که در این عالم به این بدن تعلق پیدا کرده. سبحان الله. بله. فیاکلون و یشربون، بخور بخور، بنوش بنوش، خلاصه اونجا همه جورش و چیزهای دیگر. البته فاذا قدم علیهم القادم عرفوا بتلک الصوره الذي كانت في الدنيا. هر کی هم که بر اونها وارد بشه میگه ای بابا هم آقای فلانی که در دنیا میشناختتش. درست. یعنی قالب های اون که دارن در اونجا مثل قالب های بدنشون در این دنیا هستش، ولی خدا عجب لطیفه البته دیگه و میشناسه آقای فلان کس رفیقم تو مثلا فلان جا بوده دیگه. این داستان زندگی بعد از مرگ بحث برزخه که درست. امام علیه السلام. یه حدیث دیگه هم هست در بهار جلد 6 نقل میکنه 243 زید شخام میگه از امام صادق ان ارواح المؤمنین یرون آل محمد فی جبال رغبا. مؤمنین وقتی که از دنیا میرن جایی که بهشون میدن پیش خاندان پیغمبره، پیش اونا هست. و تأکل من طعامهم تشرب من شرابهم، از غذای اونا میخوره، از نوشابه‌های اونا مصرف میکنه. و تحدث و معهم فی مجالسه، میشینه اونجا ائمه براش حرف میزنن، با اونا حرف میزنه. یه همچین برنامه هست. حتی یقوم مهدی یونا اهل البیت. البته اون کلمه دیگه گفته که من اون نگفتم، تا حال که حضرت مهدی ظهور کنه. و اذا قام مهدی یونا بعثهم الله، وقتی خدای متعال مهدی رو اجازه خروج میده خدای متعال اینها رو چی میکنه؟ اینها رو به جهان برمیگردونه. بسه رجعه. و اقبلو معهو یلبون زمرن فزمرا. خلاصه و اینا میرن خدمت حضرت مهدی، دسته دسته هم میرن. توجه کردین؟ درست. اینا به اصطلاح زندگیشون توی عالم برتر. مؤمن واقعی حتما موقع به اصطلاح ظهور مهدی علیه السلام برخواهد گشت و اون برنامه زندگی تو برزخش هم توجه خودش هستش. بعضی همچین حدیثی رو از حضرت علی بن حسین سید العابدین و زین الساجدین به اصطلاح نقل شده. این خیلی حدیث خوشگلیه. حالا شما اصلاحونه شما رفتین؟ بله. دیدین دارن مرده رو میشونن که؟ بله. این چه اوضاعی اونجا؟ ان المؤمن لیقال لروحه و هو یغسل. بله. دارن مؤمن رو میشورنش، بدنش رو بهش گفته، به روحش گفته میشه ایسر رو که ان ترد الى الجسد الذي یا ترد الى الجسد الذي کنت فی. بهش میگن که دلت میخواد باز برگردی به این جسدی که داخلش بودی، به این بدنی که در دارم میشورانه. فیقول ما اصنع و بالبلا و الخسران و الغم. اگه مرض دارم الله که دو مرتبه بگرم به روزگار زندگی اون دونه که پر از درد و
اینجا الان کیف مطلقه. این به مؤمن که میگن به مؤمن. جواب رو میگن المؤمن لا یغالب. باز اینجا از کتاب کافی شریف جلد ششم صفحه 256 نقل شده، باز از امام صادق علیه السلام، ان المؤمن لا یزور اهله فیرا ما یحب و یستر عنه ما یکره. مؤمن میاد زیارت میکنه فامیل خودش رو، میبینه آنچه را که دوست میداره و آنچه مایه ناراحتیش میشه نمیذارم ببینه. یعنی تو خوشحال برگرده، یه پرده، یک حجاب جلو چشم او قرار میگه که فقط چیزی که خوشایندش هست رو میبینه. و ان الکافر لیزور اهله فیرا ما یکره و یستر عنه ما یحب. این برعکس کافره که حتی از به این طریق هم عذاب بکشه. همین هم من یزور کل جمعه. خب این هم دستر جمعه هاست که اونا آزادی دارن که این کار. باز از همین کتاب شریف، از کافی، ما من مؤمن ولا کافر الا و هو یأتی اهله عند زوال الشمس. زوال الشمس مؤمن و کافر فرق نمیکنه، میان سراغ خانواده شون موقعی که خلاصه خورشید بهات غروب بکنه. فاذا راى اهله يعملون بالصالحات حمد الله على ذلك. وقتی ببینن که خانواده اش مشغول کار خیرن خدا رو شکر میکنه. و اذا راى الكافر اهله يعملون بالصالحات كانت عليه حسره. اما کافر وقتی ببینه خانواده‌اش داره کارهای خیر دارن انجام میدن، این بیچاره گرفتار حسرت میشه. چرا خود من به اصطلاح یک چهار بیتی هست که هر چهار بیتی خوشگلی زبان عربی هم اصلا باید بله. مال سید همیاریه. سید همیاری شعار اهل بیت بوده، در زندگیش نوشتن یه چیز، یه کاری میکرده تا آخر عمرم مونگار مشغول بوده، نتونسته از این کار خودشو کنار بکشه، کار ناپسندی بوده. حالا من دیگه وارد اون بود چه بوده نمیخوام بشه. درست. این خیلی هم خوشگل بوده، موقعی که میخواست بمیره افتاده بوده، بعد یه دفعه اطرافی رو نگاه میکنه، یه دونه لکه سیاه تو این صورتش پیدا شد، یه خال، بعد این خاله گنده شد همه صورت رو گرفت. این ناراحت شد، خیلی طول نکشید که این یه خاله سفید پیدا شد یا لکه سفید، شروع کرد گرفتن همه صورت، دو مرتبه صورت به همون خوشگلیش و سفیدی برگشت. چشماشو باز کرد. این شاید آخرین اشعاری باشه که از سید همیاری به اصطلاح تراوش کرده و دیده شد. چیه؟ کذب الزاعمون ان علیا لن ینجی محبه من حناتی قد و ربی جن دخلت جنت عدن و عفا للاله عن سیئاتی فابشر الیوم اولیاء علی و تولوا علی حتی المماتی ثم من بعد تولوا بنیه واحدا بعد واحدا بصفاتی. اونایی که خیال کردن که علی دوستارش رو از گرفتاری ها نجات نمیدهد، اونا دروغ گفتن. قد و ربی دخلت جنت عدن، سوگند به پروردگارم وارد بهشت شدم همین الان، و عفا للاله عن سیئاتی، خدا از گناهان رو منو خلاصه درگذشت. حالا به اولیاء علی بشارت بدید علی را دوست بدارن تا موقع مردن. این به درد اونجا شدم میخوره. درست. بعد از اون هم فرزندان علی را قبول کنند به عنوان ولی الله و اولیاء الله، هر کدوم بعد از دیگری با صفاتشون، این به دردتون میخوره، اونجا هم به درد. روایات تو این زمینه فراوانه که این بزرگواران موقع جان دادن تشریف فرما میشوند و عرض کنم حضور شما که خیلی کار را انجام میدن. بله، اجازه بدید که بریم سراغ یک کتاب دیگری. حتما بفهمید. این کتابش میشه کتاب روحه. بله. قرآن رو فهمیدیم، نهج البلاغه دانستیم، روایات به عنوان مؤید آیات قرآن کریم رو بعضیش رو بررسی کردیم، خواهیم سراغ این کتاب. اسم این کتاب کتاب روح. بله. کتاب روح.
للعلامه الامام ابي عبد الله محمد ابن ابي بكر دمشقی الشهیر به ابن القیم الجوزیه. این از بزرگترین بزرگان وهابیته. درست. سال 751 هم سال مرگشه. و جالب این است این اسمشه، الامام ابن القیم رحمه الله، این خصوصیاتشه. یه تیکه اینجا آمده و قد اتصل ابن القیم به شیخی و استازی العلامه ابن تیمیه رحمه الله. استادش ابن تیمیه بوده، درست. یکی از بنیانگذاران قرص وهابیت. این با خاطر اینکه اهمیت کتاب معلوم باشه. خب افکار وهابیت رو کاملا داخل کتاب به اون آقایی که هم داره یک جزوه می نویسه که بابا مرده ها ازشون دیگه کاری ساخته نیست و اینها میرن داخل خاک میشند و چه و چه و چه و چه، بگیم بیاد این کتاب رو نگاه بکن. صفحه 23 این کتاب المسألت الاولا و هیا هل تعرف الاموات زیارت الاحیا و سلامهم املا. یعنی مردگان وقتی زنده ها میان زیارتشون میکنن میشناسنشون؟ متوجه میشن، بله. سلام بهشون میدن متوجه میشن؟ اینا تمام سبتان نبی صلی الله علیه و آله و سلم از فرمایش پیغمبر اکرم نقل میشه. ما من مسلم یمر علی قبر اخیه کان یعرفه فی دنیا. مسلمانی نیست که این به قبر برادر دینی خودش گذر بکنه که این رو در دنیا میشناخته. فیسلم علیه، یعنی اون زنده سلام این مرده زنده سلام بکنه. الا رد الله علیه روحه، مگر خدا به مرده روشو برمیگرده. حتی یرد علیه السلام، تا جواب سلام این شخص رو بده. چون چی مرده حرفا کدومه؟ شما ابن قیم رحمت رو نشناختید؟ خب این مطلب خیلی عجیبیه. جنگ بدر رو میشتسی؟ بله. در جنگ بدر وقتی که جنگ برف مسلمان تموم شد، پیغمبر یا خود اونا دستور داد که مردگان رو در داخل شاه، مال چیز رو، مال طرف مشرکین رو بیزن در داخل شاه. حالا پیغمبر آمده با اینا حرف داره میزنه. اینم من نمیگم، ابن قیم جوزیه داره میگه، از بزرگان وهابیت، شاگرد مسلمان. اونم داره چیز نقل میکنه و فی صحیحین، بله، از دو کتاب صحیح مسلم و بخاری داره نقل میکنه. ان هویره از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم من وجوه متعدده، بله. یعنی یه حدیث هم نیست، بله، حدیث های متعدده متفاوت. انه امر به قتل بدر فالقوا فی قلیب، فرمان داد که کشتگان بعد رو در داخل قلیب، یعنی چا بندازه. ثم جاء حتى وقف عليه، پیغمبر آمد و بالای چا وایساد که این مرده اون دلی بودالی که انداخته بودن، بله. و ناداهم به اسمائهم، پیغمبر یکی یکی مرده رو صدا کرد به اسمش، یا فلان ابن فلان و یا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا، آنچه پروردگارتون بهتون وعده فرموده بود یافتید که حقه؟ خب فانی وجدت ما وعدنی ربی حقا، من که آنچه پروردگارم فرموده بود چی کردم؟ حق یافتم. آنچه پروردگار، پیغمبر داره با مردگان جنگ بعد حرف میزنه. عنایت فرمودید؟ بله. خب که آیا آنچه خدا بهتون گفته بعد از مردن چه خبر است؟ حق بود یافتید؟ من که یافتم آنچه خدا بهم حق داد. فقال له عمر، مثل همه جا خلاصه یه چیزی انقلتی آی عمر میذاره، یا رسول الله ما تو خاطب من اقوام قجیفو، چی داری با آدم های حرف بذاری که اینا مردارن آخر شدن؟ بله. فقال والذی بعثنی بالحق، سوگند به اون خدایی که مرا به حق برانگیخت، ما انتم به اسمه دما اقول منهم
ولکنهم لا یستطیعون جوابا. قسم به خدا شما از اونها شنواتر نیستید. فقط چیه اونها؟ اجازه جواب دادن. باز پیغمبر اکرم قد شرح النبی و شرح النبی صلی الله علیه و آله و سلم لامتی اذا سلموا علی اهل القبور ان یسلموا علیهم سلاما یخاطبونه و یقول السلام علیکم دار قوم مؤمنین و هذا خطاب لمن یسمع و یعبل. رد میشین اونجا بگین سلام علیکم به مرده ها، بگین به مرده ها میفهمن، میشنون، میدونن این هر خود چیشه مرده هیچ چیز نمی کنه، هیچ حالیش نمیشه، دمون شده رو حتی به طرف قبرش هم رو کنید بگید متوجه میشه. باز ان الصحابه لو فهموا من قوله صلى الله عليه واله وسلم اقرؤوا ياسين عند موتاكم قراءتها عند القبر كان ذلك امرا معتادا مشهورا بينهم. پیغمبر فرمود برای مرده ها سوره یاسین بخونید. اینا نفهمند آقا فایده خوندن سوره یاسین چی هستش آخه؟ و هاشا که پیامبر اکرم بخواد یه حرفی بزنه اعتبار نداشته باشه. این خیلی دو تا حدیث خیلی قشنگه. صفحه 40 وقت صحن نبی صلی الله علیه و آله و سلم این مطلب از پیغمبر به درستی نقل شده. ان المیت یسمع قرع نعالهم اذا ولوا منصرفین. مرده رو داخل قبر گذاشتی؟ بله. از پوش مرده میای، یعنی میخوای بری خونت. بله. این مرده داخل قبره نگوی چه حالیشته میشه، این صدای نعل کفشت هم داره میشنم. بله. این داره میگه، دقت داشته باشه که این درست. یه شیعه ها نساختن. بله. یکی از علمای درجه یکی طبق فرموش جوالی از وهابیت هستش و شاگرد مستقیم ابن تیمیه. ابن تیمیه و قال شبیب ابن شیبه اوسطنی امی عند موتها. یه همچه آدمی میگه مادرم وقتی میخواست بمیره به من وصیت کرد. بله. فقالت یا بنی اذا دفنتنی فقم عند قبری. وقتی ما رو دفن کردین وایسا بالا قبر من نروزید. و قول یا ام شبیب قولی لا اله الا الله. وقتی قبر باشید بالا قبر اونجا به من بگو ام شبیب، یعنی به خود مادرش در واقع بگو تو پسرم به من بگو بگو لا اله الا الله، این شهادت رو بده. فلما با دفنها یا دفنتها قمت عند قبرها. بله. کارو کردم. فقلت یا ام شبیب قولی لا اله الا الله ثم من صرفت و گفتم و رفتم. فلما کان من الليل رأیتها فی النوم. بله. شب شد تو خواب دیدم اون مادرم رو. فقالت یا بنی کت عن اهلک لولا ان تدارکنی الله یا اهلک بسفرسون. نزدیک بود که من اصلا اونجا نابود بشم اونجا اگر به دادم میرسیدی. لا اله الا الله فقط حفظت وصیتی یا بنی. بهت گفتم یا لا اله الا الله من به من بگو بگم ها این من نگرم داشته اونجا. درست. خب اینجا چند تا به اصطلاح حدیثه. صفحه 45 عده از یاران پیغمبر اکرم که خیلی به پیغمبر علاقه مند بودن. بله. گفتن یا رسول الله مردن برای ما خیلی سخته، ما ینبغینا ان نفارق کف دنیا فإذا مت رفعت فوقنا فلم نرک. اما مردن خیلی سخته، شما وقتی بمیری میری بالاترین مرتبت بهشت، ما دیگه چوار نمیتونیم بمیریم، ما که مرتبه مرتبه شما نیستش. درست. چند تا مطلب اینجا هست، یعنی بعد از مرگ پیغمبر زنده است. بله. اینو گفتن اونا میدونستن پیغمبر زنده است، مقامش هم فوق مقام مقام هست. فانزل الله تعالی
و من یطع الله و رسول فاولئک هم الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. این بعد غلط هم نوشته باشه مطابق چون کتابی نوشته من عیناً اینو خونده به من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین این هم بعد بشه مع ولی چون کتاب این نوشته من روایت امانت کنم. حالا هر کس که اطاعت خدا و پیغمبر رو بکنه با کسانی خواهد بود که خدا برشون نعمت رو فراوان کرده. اینا کیا هستن؟ پیغمبران، صدیقین، شهدا، صالحین. یعنی حواستون جمع باشه اگر شما کار خیر انجام بدهید و مطیع خدا و پیغمبر باشید همراه با پیغمبر همراه با پیغمبر. بسیار این چه جوری میگه این زندگی رو اون زندگی این بسیار خب دکتر اگر اجازه بدید یه سخنی هم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شد با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد ان شاء الله یک میان برنامه رو ببینیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج هم ببینیم. خب عرض سلام مجدد بنده رو پذیرا باشید. خب جناب آقای دکتر به حق مطالبی زیبا در مورد توسل، مرگ، زندگی بعد از مرگ و مطالبی که از این دست در این باب روایت شده از اهل بیت علیهم السلام و بالاخص پیامبر اکرم بیان فرمودید و چه زیبا مطالبی رو از کتاب یکی از علما و اساتید و بزرگان وهابیت هم برای ما آوردید. باز هم در این زمینه اگر ما رو مستفیض بفرمایید ممنون میشم. از همین کتاب بخونیم براتون. بفرمایید. صفحه 45. جاء رجل من الانصار و هو یبکی الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم. یکی از انصار خدمت پیغمبر شد داشت گریه میکرد. فقال ما یبکی که یا فلان. بله. من فهمید که چی واسه گریه تو شد. فقال يا نبي الله والله الذي لا اله الا هو لانت احب الي من اهلي ومالي سوگند به پروردگاری که غیر از او نیست تو پیش من از خانواده و از مالم دوست داشتنی‌تر است. والله الذي لا اله الا هو لانت احب الي من نفسي حتی از خودم و انا اذكرک و انا و اهلی فیأخذنی کذا حتی اراد فذکرت موتک. همیشه هم دارم این حرفا رو میذارم که پیش من تو عزیزی از خانواده‌ام عزیزتری همیشه هست. بعد به یاد میارم مرگ شما را درست و مرگ خودم رو. فعرفت انی لن اجامعک الا فی الدنیا و انک ترفع فی النبیین. دانستم که شما من باید تو این دنیا به شما هستم مقام من در بعد از مردنم به اندازه شما نیست و شما به اندازه پیامبران و عرفت و انی ان دخلت الجنه کنت فی منزل ادنا من منزله یکی داخل بهشتم زده بشم جایگاه من خیلی از جایگاه تو پایین داره. خب پیغمبر اکرم چیزی بیان نکردن در این هنگام آیه قرآن نازل شد و من یطع الله و رسول فاولئک بین معر درست کرد معر اینجا درست کرد فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. تو اینجا توجه کردی؟ و باز یه آیه دیگر هم اینجا نقل میکنه یا آیه رو خودش آورده یا از قول همین حدیث داره نقل میکنه و قال تعالی یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. این بعد از مرگ قیامت نیستی زندگی چه زندگیه برزخ انسان داخل بهش میشه داخل جهنم اونجا میشه خلاصه. اینم یه سلسله احادیثی که دیگه او خیلی خوشگله بله از صفحه 98 در همین کتاب براتون بخونیم و فی صحیح مسلم از مهمترین کتاب حدیثی حضرات نمیشه و جمیع سنن فقط هم از صحیح مسلم نیست بقیه کتاب های صحیح هم این مطلب
عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا فرغ احدكم من التشهد الاخير فليتعوذ بالله من اربع: من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنه المحيا والممات، من فتنه المسيح الدجال. وقتی شما نماز سلام نمازتون رو دارین، از چهار مطلب به خدا پناه ببرید. اون چهار مطلب چیه؟ عذاب جهنم، عذاب قبر. بله. ای بابا، عذاب قبر ما داریم اونجا، توجه کردید؟ کسی که نابود شده و تیت شده دیگه عذاب دیگه معنی پیدا نمی‌کنه. و باز هم از پیغمبر اکرم این مطلب رو به یاران تعلیفم: اللهم اینی اعوذ بک من عذاب جهنم، اعوذ بک من عذاب القبر، اعوذ بک من حیات و الممات. باز حالا باز یه حدیث خوشگل داری، در هر دو صحیح آمده. بله. از ابی ایوب انصاری زارن قال خرج النبی صلی الله علیه و سلم و قد غربت الشم فسمع صوتا فقال یهود تعذب فی قبرها یا قبورها. صدای اومد بیرون و از اینکه خوشید خلوب کرد، پیغمبر فرمود اینا یهودیانی هستن داخل قبر دارن عذاب میشن. پس این نشون دهنده اینه که انسان بعد از مرگ خودش باز هم همچنان احساساتی داره، همچنان زندگی داره و اون مرگ به معنای نابودی نیستی و تباهی مطلق نیستش. صحیح ابن حیان از ان ام مبشر قال دخل على رسول الله قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول تعوذوا بالله من عذاب القبر. فرموش پیغمبره. بله. فقلت يا رسول الله وللقبر عذابون؟ آره. قال انهم ليعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. الله. حتی حیوانات هم پرسته دارن چارپایان میشنون صداشون رو، میشنون صدای این عذابشون رو، فریاد کشیدنشون رو. بله. آها، حالا اینجا تمام حرفایی که شیعه معتقده و مورد خلاصه سوال جواب قرار گرفته، محل اشکال قرار گرفته، همه رو این داره میزنه و تایید هم میکنه، مهر تایید. بله، تایید. 101 فی صحیحین از انس ابن مالک از پیغمبر اکرم نقل میشه قال ان المیت اذا وضع فی قبره و تولا عنه اصحابه انه لیسمع خفق نعالهم. دارن میرن رفتن که داره میشته به صدای کفششون رو، نعل کفششون رو. اتاه ملکان، دوتا فرشته، دو فرشته از دو میان فیقعدانه مینشینانش. بله. فیقولان له ما کنت تقول في هذا الرجل محمد. فرمود محمد نظر چیه؟ اللهم صل على محمد. فاما المؤمن فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله. بله، شهادت میگه. قال فيقول انظر الى مقعدك من النار قد ابدلك الله به مقعدا من الجنه. میگن نگاه کن اون جایگاه آتش، نگاه کن جات اونجا بودا، ولی خدای متعال به گفتن این کلام اون رو عوضش کرد، اون بهشت رو خلاصه جایگاه تو قرار داد. باز سراغ آدم کافرم که میان و منافق میان، فیقول ما کنت تقول فی هذا الرجل، چه میگید؟ فیقول لا ادری کنت اقول، چی بگم نمیدونم، و اون چیه مردم میگن اونو من میگم. فیقولون لا دریت ولا تلیت ثم یضرب بمطراق من حدید، گرز آتشی، گرز آهنی. فیسی صیحتا فیسمعها من علیها غیر الثقلین. توجه فرمودی؟ آره. این حدیث بعدی هم همونه البته، که وقتی میگی که من پیغمبر و منو پیغمبر قبول دارم، اون وقت یفسه له فی قبره سبعون زران فی سبعی زبین زران، هفتاد زر، هفتاد قبرش وسیع میشه. بعد درست مقابلش برای چیز هستی که برای اصطلاح فرد کافر و فرد منافق. اینا فقط به عنوان نمونه انتخاب. بله. و یعنی فوق العاده ما اینجا زیاد داریم. کسی از دنیا رفته میگه که مادرم مرده، اون طرف به پیغمبر میگه. صفحه چند هستش؟ این صفحه 195. و علیها صوم شهر و اقضی عنها
قال نم فدین الله حق حق ان یقضا. مادرم یک ما روزه به دکار هستش، من بجش بیارم؟ بله، اینی که باید تو ادا بکنیدش. و به همین ترتیب گفتم روایات فراوانه، فراوان بحث دین بر گردن آدم باشه اونجا بره، اونجا خلاصه مشکل خواهد داشت. بنابر خدا اینا بیاناتیست که آقای به اصطلاح ابن قیم جوزیه، ما مختصری از مفسر رو انتخاب کردیم و خوندیمش که نگن شما دارید میگید نما نمیگیم اینو. ما اول قرآن اثبات کردیم، بعد سراغ روایات خودمون رفتیم، در مورد روایات قشنگ اون مقداری که لازم بود بیانش کردیم، بعد برای اینکه به دیگران هم بگوییم، اونایی که به ما اعتراض میکنن، به ما سخریه میکنن که شما چرا این حرفا معتقدید، آها آها، این شخصیت اول در میان وهابیت دار این حرفا میزنه، کتاب و روح که من در روش خوندم براتون دیگه من. فکر میکنم نیازی بیشتر به این قضیه باشه. حالا بسیار بریم سراغ یک صحبت دیگری که کم کم داریم به پایان صحبت‌ها نزدیک میشیم. صحبت دیگر اینه، آیا در قرآن کریم ما میتوانیم نشانی بیابیم از اینکه مردگان بعد از مرگ میفهمند و توجه دارند یا نه؟ خوشبختانه تو قرآن کریم زیاد داریم از این نمونه که نگن شما چرا سراغ روایت رفتیم. اول ما روایت نرفتیم، آخر رفتیم، ولی باز برای که مطلب رو قرص‌تر کرده باشیم، بله، محکم‌تر کرده باشیم، اجازه بدیم که این پیغمبران با مردگان سخن می‌گفتن. اینو قرآن کریم بره به ما یاد میده. سوره اعراف آیات 75 تا 78. خب یه قوم نام قوم سموده، عرض کنم حضور شما که پیغمبری به نام صالح رو خدا برای اینها میگمارد که براشون کلام خدا رو بگوید. اینم رفت و تبلیغم کرد الى ثمود اخاهم صالح. خب قال یا قوم اعبدوا الله، مثل پیغمبر قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا انا بما ارسل به مؤمنون. کردن گفتای قومش رفت سراغونه که به حضرت صالح ایمان آورده بودن و از طبقات پست اجتماع بودن، گفتن واقعا شما معتقد نیست پیغمبر خداست؟ گفتن ما به آن چه که فرستاده شده ایمان داریم، پیغمبر آورده. قال الذين استكبروا انا بالذي امنتم به كافر. خب از صالح حرفای مختلف خواستن، از جمله ازش درخواست کردن یه آیه براشون نشون بده. آیه هم این باشه که شطور ماده‌ای خلاصه توی کوه در بیاد بیرون. اونم به فرمان خدا و عز خدا این کارو انجام داده. و گفت با این کارتون نباشه، این قضاشو خودش میره تهیه میکنه میخوره، ولی از آبش خوره شما یه روز در میاد باید استفاده بکنه. بهتون بگم اگه به این لطمه بذارید عذاب خدا بر شما نازل خواهد شد. و باز هم مستکبران فکرم بازی در آوردن، این خود داره میگه حرفا بوده و اینا، این ناقه رو خلاصه زدن و دست خوش رو قطع کردن، پی کردن بستدن در واقع با خونریزی بمیره دیگه. خب فعقر و ناقه و عطو ان امر ربهم و قالو یا صالح اتنا به ما تعدونا این کندم در مرسلی دورو گفتی با هرچی گفتی، اگر راست گفتی بگو برای اون عذاب بیاد. یه ناغرم کشتی فا اخذت هم رجفه فا اسبهو فی داره هم جاثمی. این آیات فوقلاده رساست، رجفه یعنی زمین درزه، زمین درزه برایشون اومد. چی شدن اینها؟ در خانه های خودشون اینجوری مردن، اینجوری شد سنگ شده، نه سنگ شدن، این به این به این حالت دکون هم تونستن بخورن دیگه، داخل خودشون آوار رو سرشون ریخته بود. بس حالا اینا چالا اصلی نیست. فتولا عنهم صالح و کسانی که بهش ایمان داشتن اومدن از این مردگان چی شدن که از اینا به اصطلاح جدا بشن و برن.
سال با اینا حرف میزنه و قال یا قوم لقد ابلغت کم رسالت ربی، من به شما رسالت پروردگارم رو رسوندم و نصحت لکم، شما رو نصیحت کردم، ولیکن لا تحبون الناصحین، اما شما نصیحتگران رو دوست نداشتید. متاسفانه سال با اینا چرا حرف زده؟ حالی که اون عذاب الهی وارد بعد از مردن که دیگه هیچ خبری نیستش که، به قول شما عذاب آمده و زلزله آمده و اینا رو جمع میشونه گرفته دیگه، باید هیچ خبری نباشه. این داره با این مرده ها حرف میزنه. اونجا پیغمبر با کشتگان بد و قلیب بد برش درست میشه، اینجا ساده داره با مرده ها حرف میزنه. اگر چنین هست که مرده بعد از مرگ هیچی نداره، اصلا زندگی وجود نداره، سخن گفتن پیغمبری چون ساله با مردگان بسیار کار بیهوده خواهد. غیر از اینه؟ دقیقاً طوره. یه پیغمبر دیگه هم براتون بگیم. یک پیغمبر به نام شعیبه، برای قوم به نام قوم مدی هم میاد، شبیه هم مشابه حضرت صالحه. یه عده بهش ایمان آوردن، عده ایمان نیاوردن بهش. حالا اون ایمان آور نیاورده ها رفتن سراغ ایمان آورده ها. این بده نمیخوای چیز کنی، خب ایمان نیار، برای خود برو تو بگو، میره سر به سر اونا میذاره. و قال الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. رفتن گفتن که سراغ شعیب نرینا، اگر بری زیان خواهید بود، زیان کار خواهید بود. عرض کردم اینجا خدای متعال دیگه خیلی تعامل نمی کنه به خاطر لطفی که بر بندگان مستضعفش داره، نه چون گردن گلفتن پول دارن قدرت دارن هر چیز، بعدن سر به سر اونو گذاشتن دیگه، فرستاد برشون فاخذت همون رجبه فاسبهو فی داره هم جاتمین، این همون داستانی که برای قوم صالح. بله این دو شد فتولا انهم و قال یا قوم لقد ابلغت کم رسالات ربی و نصحت لکم فکیف آسا علی قوم کافرین. باز داره با اینا چیکار میکنه؟ حرف میزنه، صحبت میکنه. من رسالت های پروردگارم رو و پروردگار شما رو به شما رسوندم، نصیحتتون کردم، دیگه حالا هیچ تأسفی بر شما ندارم. درست. باز معناش اینه که افرادی که از خدا و دین خدا بدون هستن، تا اونجا که در امکانت هست، در توانت هست، برو سراغشون باشون حرف بزن. خب آقای دکتر، اجازه من یه سوال، حالا چجور بگم، یه سوالی بپرسم از شما، ببینم نظر جناب عالی چی هستش. خب تمام این آیات و براهین به این وضوح و آشکاری در قرآن موجود هستش، در کتب خود این آقایون هم موجود هستش، جدای از این که به کرات و مرات و به اعداد عدیده، یعنی به تعداد بسیار زیاد داخل روایات و کتب شیعیان همین موارد ذکر شده. به نظر جناب عالی دلیل این آقایون که میان حتی کتب علمای خودشون رو هم توجه نمی کنن و میان یک همچین مواردی رو مستمسک قرار میدن و شروع میکنن به تهمت زدن به شیعه و زیر سوال بردن افکار حقه شیعه که برگرفته از آیات قرآن هست، به نظر شما دلیل این آقایون تو این رفتار، این نحوه رفتار چی هستش؟ دو دلیل. یک دلیل این است که اینا قبلا نظر رو پیدا کردن. بله. این مطلب خیلی قابل توجه. این نظر رو قبلا پیدا کردن. از کجا نمیدونم. که مرده دیگه مرده تموم شد. درست. اگر هم دنبال مطلب و مدرک میگردن، دنبال اون مدارک میگردن که نظرشون رو تایید. دنبال این که واقعا چی موجوده نمیگردن. شاید این کلمات دو سه بار گفته باشم، بازم تکرارش میکنم. بابا من نظر پیدا کردم که اصلا انسان مجبوره. مجبور. رفتم فلسفه اسپینوزا رو خوندم. برش من اینجور قضیه. جبر فلسفی رو. بخوام با قرآن باشید. کرده باشم از اونم صحبت بکنم، میرم تو قرآن میگم اینم کدوم آیه قرآن او رو تایید بکنه، نه اینکه قرآن چی میگوید داره کدوم رو تایید میکنه.
تازه اینم که قرآن کدوم آیه قرآن اون رو تایید میکنه، اینم به زعم من کدوم آیه اون رو تایید میکنه. بله، نه بله، که تدبر رو در همون آیه هم تدبر نمیکنم. یعنی تو آیه تدبر هم کنیدیم که اون تو آیه هم درست نفهمید. بله، ولی قضیه از این قراره که خلاصه کلام من میخوام نظرم به قرآن کریم و هر دلیل تعمیم کنم. این یه بحثه، این بحث خوشبینانشه. بله، بحث بدبینانش اون این است که اینها از کتابای خودشون هم خبر ندارن، نه قرآن رو درست نفهمیدن بلکه از کتابای اصلی خودشون هم خبر ندارن، که بعد در میان شیعه و سنی هم فرق نمی کنن با هم دیگه در این جهت که خیلی مطلع از کتابا نیستن. با صد رحمت به شیعیان بزن نه مطلع نیستن، شما که بگیم کتاب روح خوندی هستن بگیم نخونده باشیم. یه نظر خیلی بدبینانه هست دیگه، حالا نه اینا معمولیت دارم تموم شده دارم. بارها عرض کردم دنیا از اسلام میترسه، دنیا از قرآن کریم میترسه، دنیا از امیرالمؤمنین میترسه، از مهدی میترسه. درست شد؟ خب باید چیکار کنیم ما؟ اگر قرار بشه خیلی از این مسلمانای عالم که 1,500,000,000 نفر هستن گرد این عقیده بچرخن، تمام دنیا رو خواهند گرفت. و جای یهودی ها کجا خواهد بود که میگن دنیا مال ماست؟ همه مال ماست، این تز یهودی هاست، همه جای دنیا مال ماست. اصلا خدا دنیا رو به خاطر ما خلق کرد، حرف یهودی هاست جا باقی نمیده. خب در این میان یه قومی که سراسر خدعه و سراسر کینه و سراسر دوزن و سراسر دنیا پرستی دارن، مگه بیکار میشینن؟ قومی که در طول سالیان هزاران سال مونده، معلومه چی کار کرده که مونده، یعنی مزمل شده بود. من بحث توسل رو هم فکر میکنم به جای مناسبی هم رسوندیم. دو دقیقه خوبی بیشتر رو بود. بله، حالا فقط میخوام که حالا شاید چند دقیقه از دوستان هم بخوام که بیشتر با ما وقت بدن. وظیفه ما شیعیان، وظیفه ما که ادعا میکنیم موالی اهل بیت هستیم و انشالله در مسیر صحیح قدم برمیداریم و هم اگر به حساب بفرمایید دو تا فرمایش امام صادق علیه السلام، دوست دارم بر فرق سر شیعیان خود بزنم تا اینکه در دین متفقه بشم، بدونن که چی رو باید قبولش دارم. تفقه در دین پس بله، برن در مورد دینشون به اون اندازه که برای کارهای دیگرشون قیمت قائلن، یک دهمش برای دینشون قائل بشن. سعادت دنیا و آخرت این یکیش. بله، بعد سعادتی که دستشون اومد فهمیدن معارف این دین رو که معارف گوهربار این دین باشه، به دیگران هم ارائه بکنم بدم با زبون خوش نرم و ملایم، این دوتا کاری باید انجام بدم. و اما آخرین بحثی که شاید مهمترین بحث هم باشه در مسئله توسل بگیم و بفهم دیگه این مبحث رو تمامش بکنیم. یک اشکالی اخیراً مطرح کردن دیگه اینا، میگن نه آقا قبول، زندگی بعد از مرگ زندگیش قابل قبول، همینا درسته، آدم که مرد از فعالیت نمیفته، اینا همش رو قبول داریم. الان به من ببینم پیغمبر اکرم کجاست؟ میگم در اعلا غرف بهشته، اینجاست. من صداش میگم یا رسول الله، میگم مشکل منو حل کن. آخه من چطوری قبول بکنم که این بزرگوار اون عیش و کیف فعلیشو ول کنه بیاد دنبال کار من بوده؟ آخه این ظلم پیغمبر نیست که خدا به پیغمبر اجازه بده برو دنبال کار این؟ آخه این یه در واقع یک ظلم پیغمبر اکرم داره میشه، یا حضرت امیرم بگورم اینطور، یا هر کس دیگری بگورم. این جواب چه خواهد شد؟ جوابش خیلی ساده است، خود قرآن باز میده. خود قرآن کریم به ما دستور نمیده ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. این ها چه نیست؟ خب من بر پیغمبر صلوات بفرستم، برای پیغمبر چه تأثیری داره؟ برای خودم ثواب داره، برای او چیه؟ بنده میگم به صلوات فرستادن من بر پیغمبر، خدا و پیغمبرش ترفیع مقام میده، یعنی کار عوضی بود برای پیغمبر. یعنی صلوات نفرستم چی میشه؟ صلوات که میفرستم بر پیغمبر چی میدن؟ علو درجت و مرتبت میدن. همینطورش نیستش؟ من دست گرفتاری تو اینجا بگیرم، یا پیغمبر تو این دنیا دست گرفتاری بگیر مشکلش حل کنه،
برای پیغمبر حسنه داری نداره؟ زنده. حالا هم که زنده است، حالا هم که زنده است پس همونطوره. اونجا حسنه داشت، اونجا ترفیه مقام براش خواهد داشت. این قضیه رو بهش دقت داشته باشید. این آخرین مشکلی که حضرات ورسه به نظرشون رسید دارم خیلی بندازن. نه، ما پیغمبر رو داره حرکت میدونیم. حرکت پیغمبر تمام نشده. پیغمبر مرتب در حال چیه؟ در حال بالا رفتنه. هر یک دونه صلواتی که من بفرستم یک دونه درجه پیغمبر میره بالاتر. درست شد؟ بله. حالا پیغمبر بلند شد و بیاد، من ازش درخواست کنم مشکل منو به دنبالش بره. همین رفتن دنبال مشکل من برای پیغمبر علو مقامات خواهد داد. که پیغمبر از کجا علو مقامات نمیخواد؟ بسیار توجه فرمودید. بنابراین قضیه توسل به این ترتیب هیچ مشکلی پیدا نمیکنه، هیچ نوع ایرادی پیدا نمیکنه. قرآن سراسر تاییده. فقط باز تکرار میکنم، اون که میخوام بهش متوسل بشیم باید از سوی خدا معرفی شده باشه. بله. یک، و بعد هم او را در جای خدا ننشانیم. اینها باشه، هیچ نوع خواندن دیگری شرک نخواهد. بسیار ممنون و متشکرم. خب بینندگان عزیز ارجمند، بسیار متشکرم و سپاسگزارم از اینکه تا به این لحظه با ما همراه بودید. تا دیداری بعد، همه شما خوبان رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. بحث ما در مورد موضوع توسل در این قسمت به پایان میرسه. انشاءالله در برنامه‌های بعدی با موضوعات دیگری در خدمتتون باشیم. خداحافظ. آیتون خیلی ممنون، متشکرم. الله